بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای نهایت آرزوی آرزومندان و ای غایت پاسخ سائلان و ای دورترین مقصود نیازمندان و ای بلندترین اشتیاق مشتاقان، تنها دست توست که میتواند قلب اثر پذیر مرا از شر خواسته های نفس خلاص گرداند. خدایا زنگار گناه از آینه دل را چه چیز جز عفو تو خواهد زدود؟ با درود بر پیامبران بزرگ الهی، به ویژه نبی خاتم پیامبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و با سلام به آستان مبارک حضرات معصومین و اولیاء دین، و با درود به محضر شما شنوندگان گرامی، 119 برنامه از مجموعه حدیث یار را آغاز می‌کنم. موضوع گفتار این برنامه همچون دو برنامه گذشته شرح و تفسیر حدیث 33 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره و شریف است. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. من میخواد ذکر تو بگویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره که تو هم را که تو هم را نمایی. همه درگاه تو جویند، همه از فضل تو گویند، همه توحید تو گویند که به توحید سزایی، که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی. عزیزان همراه، آمرزش گناهان برای فرد مسلمان زمانی حاصل می شود که گناهکار از فرستادی خداوند سبحان که پیامبر است و نیز از ائمه اطهار که جانشینان او هستند پیروی کند و دوستی با خدا و آنها را در دل داشته باشد. همچنان که بزرگان گفتند، اگر شخصی که محب است همواره اطاعت از فرمان محبوب خود کند، دیگر گناهی برای او باقی نمی ماند که بخشوده شود. چون شخص محب حتی الامکان سعی می کند کاری که خلاف رضای محبوب خود باشد انجام ندهد. ولی گاهی بر اثر طغیان و غلبه هوای نفس ممکن است حالتی بر او عارض شود که او را در معرض خطا و لغزش قرار دهد. و در این صورت محبوب می تواند از گناه دوستدار خود چشم پوشد و این خود گویای حق دوستی به جای آورده است. در این لحظه سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه را می شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 33 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره و شریف ایراد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 33 حدیث از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث از امام رضوان الله تعالی علیه بود.
خلاصه مضمون حدیث این بود که راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکند که ابن رسول الله، حدیثی از شما به ما رسیده و اون این است که شما فرمودید اگر معرفت پیدا کردید در حق با ائمه هر چی که میخواد انجام بدید انجام بدید. حضرت فرمود که بله من اینطور گفتم. بعد اون راوی میگه که ولو این که افرادی که معرفت به شما اهل بیت پیدا کردن آزادن در عمل، گرچه زنا کنن، گرچه دزدی کنن، گرچه شرب خمر بکنن، حضرت با شنیدن این مطلب گویا سنگین بر حضرت تمام شد و حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این چه حرفی است که زده می شود؟ این کمال بی انصافی است به لحاظ این که خود ماها مسئول عملمون هستیم. چگونه می شود که شیعیان ما مسئول عملشون نباشد؟ بعد حضرت فرمود این که من گفتم که اذا عرفت فعمل باشد، وقتی که معرفت پیدا کردید هرچی را که میخواد انجام بدید، مقصودم این بود که کار خیر هرچی را که خواستید انجام بدید، چه کمش و چه زیادش اونگاه از شما پذیرفته میشود. عرض کردیم که اون چی که در روایات ما و همچنین در قرآن و از مجموعه همه روایات برمیاد این است که شخص مؤمن باید در درون فضای قلبش منور به نور ایمان باشد و فضای اخلاقی و رفتاری هم بر اساس طهارت و پاکی و تقوا استوار باشد. در غیر این صورت اگر ایمان نباشد و یا ایمان و محبت به اهل بیت علیه السلام باشد لکن این شخص در مقام عمل گرایش به اعمال صالح و شایسته نداشته باشد، این تنها کافی نیست. هر دو امر باید محقق باشد. از درون باید اصلاح ایمانی داشته باشیم و در اخلاق و رفتار هم اصلاحات اخلاقی و رفتاری. و در پایان بحث گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند این بحث عنوان شد که اگر کسی دم از محبت به خدای متعال و یا اهل بیت عصمت و طهارت بزند اما از جهت رفتاری و اخلاقی تناسبی با اخلاق و رفتار الهی و اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد، این در واقع خیال محبت هست نه محبت راستی. شجره طیبه محبت ثمراتی دارد و نتیجهش عمل بر طبق اون هست. اگر این ثمره رو نداشته باشد، اون شخصی که دم از محبت میزند باید در محبت خودش تجدید نظر بکنه. ائمه که این همه تأکید داشتن بر رفتار شایسته و اساس آمدن وحی، ارسال رسول و انزال کتب، فلسفه نبوت و فرستادن انبیا برای بست احکام و اخلاق و عقاید صحیحه بود. و چگونه می شود که انسان نسبت به اینها بی‌اعتنایی کند و فقط بگه من محبت دارم؟ پس فلسفه نبوت چی شد؟ پس یک عمر زحمات پیامبر و این همه توصیه های رسول اکرم و این همه
تلاش های ائمه علیهم السلام برای نشر معارف و برای تبیین احکام واجب و حلال و حرام، اینها چی شد؟ آیا این نحوه برخورد که ما بگیم اگر محبت داشته باشیم کافی است، اگر علاقه به اهل بیت داشته باشیم کافی است، اگر قلب و دلمون رو صاف کنیم این کافی است؟ پس این همه زحمات ائمه علیهم السلام برای انتشار احکام، برای گسترش مسائل فقهی، تبیین مسائل اخلاقی، طرح معارف اعتقادی، پس اینها یا نقض غرض نیست؟ باید اون کسی که محب اهل بیت هست، اون کسی که شیعه هست، در این مقاصد عمده ائمه رو یاری کنه. فرمودن عینونا بالورع والاجتهاد، شما اگر میخواد کمک ما بکنید باید در تلاش نسبت به گسترش خوبی ها در حوزه وجودی خودتون و جامعتون به ما کمک کنید، نه اینکه فقط دم از محبت بزنید اما از ذر اعمال و رفتار برخلاف اون چیزی که قصد و غرض ما هست عمل کنید. در هر صورت این امر مهمی است که باید بهش توجه کرد و مبادا که گرفتار هواهای نفسانیه بشویم و گرفتار دام شیطان، که شیطان ما رو مشغول کنه به این معنا که انسان رو در رفتارهای زیبا و اخلاقهای شایسته تنبل بار بیاره و به صرف این که بگه علاقه به اهل بیت داری دل خوش کن. این به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه از مکائد شیطان هست. اینها از مواردی است که شیطان میخواد انسان رو به انحراف بکشونه و دلش رو خوش کنه به این که تو قلبت پاکه، حالا خواه رفتار زشت باشه یا زیبا. عرض کردیم اگر واقعا قلب پاک است این آثار دارد. آثار پاکی قلب این است که رفتار رو هم پاک میکنه، اخلاق رو هم پاک میکنه. اگر رفتار ناشایسته است، اگر اخلاق ناپاک است، این نشان میدهد که قلب آلودگی دارد و در قلب آلوده نمیتواند محبت راستین و محبت درست مستقر باشه. مطلب بعد این است که در ارتباط با انسان مؤمن گناهکار، روایتی رو در بحث گذشته خدمت شما عزیزان عنوان کردیم و اون روایت این بود که خدای متعال انسان گناهکار روز قیامت می آورد و به حسابش خودش می رسد، به گونه ای که کسی رو بر حساب این شخص مؤمن آگاه نمی کند. و وقتی که گناهان این شخص بهش عرضه شد اقرار می کند، اعتراف می کند، بعد خدای متعال اینها رو محو میکنه و به جاش خوبی ها رو مینویسه، تا اونجایی که قضاوت اهل محشر این است که این انسان هیچ گناهی ندارد و بعد دستور داده میشود که او رو به بهشت ببرید. بعد حضرت فرمود که این اختصاص دارد به گناهکاران از شیعیان ما. خب این مسلم هست که به حسب روایات بسیار زیادی که داریم ملاک قبولی و شرط قبولی اعمال مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. قبل از اینکه به برخی از این روایات تمسک کنیم، این مقدمه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که ببینید مسئله دینداری و مسئله تقرب به خدای متعال و عمل کردن اینطور نیست که بر اساس مزاق ما باشد، باید بر اساس مزاق شرع باشد. هر طوری که شرع مقدس فرمود، هر طوری که خدای متعال فرمود، اون گونه باید راه عبادت و عبودیت و بندگی رو باید دنبال کنیم. ما نمیتونیم بر اساس ذوقیات خودمون بگیم فلان چیز رو ما دوست داریم انجام میدیم، فلان چیز رو دوست نداریم، دلمون نمیخواد. حالا ولو اینکه ظاهر این مسئله مشروع باشد، اما باید به باطن نگاه کنیم ببینیم در واقع خدای متعال از ما چه خواسته.
اونگونهی که او خواسته و هرچرا که او خواسته از نظر کمیت، از نظر کیفیت باید بر مبنای دستور الامر شرعی عمل کنیم. خدای متعال از ما نماز فقط نخواسته، روزه فقط نخواسته، حج فقط نخواسته، فرموده همه این اعمال باشد اما در سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام. باطن این اعمال باید حال و هوا و رنگ ولایت داشته باشد، اگر نباشه پذیرفته شده نیست. اگر کسی بگه من اعتقاد به خدای متعال دارم، اعتقاد به قیامت دارم، من سجده ام برای خدا هم میکنم اما اهل بیت رو قبول ندارم، این حرکت حرکتی است که شیطان انجام داد. مگر شیطان در برابر خدای متعال سجده نمیکرد؟ مگر شیطان خدا رو قبول نداشت؟ مگر شیطان قیامت رو قبول نداشت؟ مگر شیطان این معارف رو معتقد نبود؟ اما علت و تنها علت سقوط ابلیس لعنت الله علیه بر این بود که در مقابل آدم طبق فرمان الهی سجده نکرد، ولایت آدم علیه السلام رو نپذیرفت، از این جهت من اون واقع شد. حالا اگر کسی هم بیاد بگه من نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میروم، مسائل اسلامی رو از نظر صورت ظاهر انجام میدم اما ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول ندارم، این حرکت حرکت شیطانی است، این حرکت استکباری است. اینجور نیست که هر حرکتی پذیرفته شده باشد. حرکتی که خدای متعال بر اون راضی هست پذیرفته است و اون فرمود بر این که همه اینها باشد در سایه پذیرش ولایت انسان کامل. احادیث زیادی در ارتباط با این بحث داریم که میزان قبولی اعمال رو فرمود مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، من جمله این روایت از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود ضربت الامر و سلامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. حقیقت و مخ امر و اعلا و کلید اون امر و در همه اشیا و رضای خدای متعال اطاعت از امام هست بعد از اینکه نسبت به او شناخت پیدا شد. بعد فرمود اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه و لا کان من اهل الایمان. فرمود آگاه باشید که اگر کسی شبها رو به عبادت بیستد، در روزها رو روزه بگیره و تمام مالش رو صدقه بده و تمام عمر رو حج کنه، تمام روزگارش رو به حج بره هر ساله اما ولایت ولی خدا رو نشناسد تا موانات با او داشته باشد و تمام اعمالش رو به راهنمایی اون امام انجام بدهد، این چنین انسانی حقی و ثوابی رو در پیشگاه خدای متعال نخواهد داشت و از اهل ایمان نیست. و از امام صادق علیه السلام در حدیث وارد شد که من لم یأت الله عز و جل یوم القیامه بما انتم علی لم یتقبل منه حسنتون و لم یتجاوز له سیئتون. فرمود کسی که روز قیامت در پیشگاه ذات اقدس الهی وقتی حضور پیدا میکند بر اون چی که شما هستید نباشد، خطاب به شیعیان فرمود به عقیده شما شیعیان نباشد، به ولایت اهل بیت علیهم السلام معتقد نباشد، لم یتقبل منه حسنتون، هیچ کار حسنه از او پذیرفته شده نیست، و لم یتجاوز له سیئه، از گناه او گذشت و عفی انجام نخواهد گرفت. و باز از امام صادق علیه السلام در حدیث هست که فرمود والله لو ان ابلیس لعنه الله سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلك ولا قبله الله ما لم یسجد لآدم کما امره الله عز و جل ان یسجد له. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر ابلیس لعنت الله علیه برای خدا سجده کند تمام عمر دنیا را
اما بعد از اون معصیتی که کرد، یعنی سجده به آدم نکرد، و بعد از اون استکباری که ورزید، هیچ نفعی به حال او نخواهد داشت و خدای متعال از او قبول نمی کنه مادامی که به آدم سجده نکند طبق اون چی که خدای متعال دستور داد که باید با آدم سجده می کرد. بعد فرمود بکذالک حاضر امت العاصیت المفتونت و بعد ترکهم الامام الذی نسبه نبیهم لهم فلن یقبل الله لهم عملا ولن یرفع لهم حسنتا حتی یأت الله من حیث و امرهم و یتولوا الامام الذی امرهم الله بولایته و یدخلوا من الباب الذی فتحه الله و رسوله لهم. فرمود این امت هم همینطور، این امت گرفتاری که گرفتار طغیان شدن، گرفتار عصیان شدن، نافرمانی امامی که پیامبر برای اونها نصب فرمود ترک کردن او رو و زیر بار اطاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نرفتن، هیچگاه خدای متعال امر را از اونها نمیپذیرد. ولن یقبل الله لهم عملا، خداوند عملی را از اونها قبول نمی کند و هیچ حسنه ای را برای اونها بالا نمی برد الا اینکه اینها از اون طریقی که خود خدای متعال براشون مشخص کرد اینها وارد بشوند و اینها بپذیرند امامت امامی رو که خداوند دستور داد به ولایت اون امام، و اینها باید وارد بشوند در از اون دری که خداوند برای اونها باز کرد، پیامبر برای اونها باز کرد. یعنی اگر غیر از راه ولایت، غیر از راه امامت اینها بخوان بگن ما بنده خدا هستیم و اهل اطاعت و طاعت هستیم، به هیچ وجه این اعمال اینها پذیرفته شده نیست. روایات در این زمینه زیاد داریم، البته اختلاف نظری بین بزرگان هست در اینکه آیا این روایات مقصود و مغزای اینها این است که اعمال پذیرفته شده نیست، قبول نیست، یا اینکه صحیح نیست. به عبارت دیگر آیا ولایت اهل بیت علیهم السلام شرط قبولی اعمال هست یا شرط صحت اعمال هست؟ گروهی بر اینم که از این روایات برمیاد که ولایت اهل بیت علیهم السلام شرط صحت اعمال هست، یعنی اگر کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیرد عملش صحیح نیست، باطل هست. و گروهی بر اینم که از این روایات برمیاد که عمل ولو ظاهرا صحیح باشد اما پذیرفته شده نیست. امام رحمت الله علیه این نظر دوم رو ترجیح میدن و میفرمان از روایات برمیاد که عمل مقبول درگاه خدای متعال نیست، مثل روایتی که در باب عدم وجوب قضای عبادت‌های انسان مستبصر هست، کسی که از مخالفان اهل بیت بوده و بعداً چشم دلش باز می‌شود، ایمان به اهل بیت پیدا می‌کند، ولایت به ولایت اهل بیت رو می‌پذیرد و قبول می‌کند. در روایت داره که لازم نیست که عبادت‌هایی رو که انجام داد، نمازها، روزه‌ها، حج‌هایی که انجام داده بخواد اینها رو قضا بکنه، بلکه همین‌ها کافی هست الا در مسئله زکات که فرمود چون به غیر اهلش در زبان گمراهی داده شده اون رو باید برگردونه و بده، اما دیگر اعمال لازم نیست. امام می‌فرماید از این روایات و روایات دیگری که قریب به این مضمون هست که فرمود صلات و صوم و حج و صدقه به شما ها ملحق خواهد شد و دنبال شما میاد، ولی زکات رو چون به غیر اهلش دادید باز باید برگردونید و به محل خودش بدید. از این روایات امام رحمت الله علیه می‌فرماید که برمیاد بر این که اعمال ولو ظاهرا صحیح هست اما به حسب باطن قبول نیست و پذیرفته شده نیست. در بعضی از روایات داریم که اعمال انسانها روز پنجشنبه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می شود و در روز عرفه خدای متعال به اونها توجه می کند و همه اونها را از بین می برد. سوال شد که عمل چه شخصی رو این چنین می کنه؟ حضرت فرمود که اعمال اونهایی که با ما بغض دارن، نسبت به شیعیان ما کینه دارن و برخوردهای کینه توزانه رو به ما و به شیعیان ما نشون میدن. برابر این به حسب نظر امام رحمت الله علیه از این احادیث برمیاد که اعتقاد به ولایت، اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلام شرط قبولی اعمال هست. در هر صورت
اگر عمل شخص بدون باطن و حقیقت معرفت اهل بیت علیهم السلام باشد، این عمل دستش جای بند نیست. همینطوری که در ابتدا عرض کردیم، خدای متعال صرف عمل از ما نمیخواد، باید معرفت باشد. اگر معرفت نسبت به امام نباشد، اگر پذیرش ولایت نباشد، اگر تسلیم در مقابل حقیقت انسان کامل نباشد، معرفت واجب و لازمی که باید به انسان کامل پیدا بشود اگر در شخص حاصل نشد، اعمال چنین انسان نمیتونه انسان را به کمال برسونه. ولو اینکه صورت ظاهر صحیح باشد، اما باطن نداره، روح نداره. و خداوند که فقط از ما نماز نمیخواد، روزه نمیخواد. از کردیم مگر شیطان از نظر اعتقاد به خدا و قیامت امثال اینها مشکلی داشت؟ اینها رو پذیرفته، قبول داره اینها رو. اما گناه بزرگش که او رو از درگاه رحمت الهی پرت کرد و دور انداخت، به خاطر زیر بار ولایت انسان کامل نرفتن بود. انسان کامل رو نپذیرفت. خدای متعال امر می کند که تو در مقابل حقیقت آدم باید سجده کنی، باید بپذیری، باید خضوع کنی و تواضع کنی در مقابل انسان کامل. البته این را هم توجه داشته باشیم که این یک امر، امر بی فلسفه و بی دلیل و ملاک نیست. فعلا جای بحث تفصیلی این امر نیست. اجمالا این است که اصلا کمال انسان در چنگ زدن و توسل به انسان کامل هست و به هدایت انسان کامل باید هدایت شد. با عنایات انسان کامل باید به کمال رسید. اگر این حلقه واسطه رو انسان قطع بکنه، در نظام تکوین شخصیت انسان کامل یک جایگاه واسطه فیض بودن رو دارد. تمام عنایاتی که در نظام عالم تکوین به همه موجودات عالم می شود، این از طریق انسان کامل صورت می گیرد. حقیقت انسان کامل است که مجرای فیض خدای متعال هست که از حقیقت ذات اقدس الهی می گیرد و به همه موجودات عالم افاضه می کند. این رو خدای متعال قرار داده. حالا در مقام تشریع می فرماید این مسئله رو قبول کن، این مسئله رو که در نظام تکوین محقق هست که تو قبول بکنی یا نکنی، در واقع این چنین هست. به حسب تشریع و به حسب نظام قانونمند دینی می فرماید تو باید قبول کنی ولایت رو. من این امام رو بر تو نصب کردم و قرار دادم و تو باید از طریق این انسان، از طریق هدایت و ارشاد این انسان باید به من برسی. خب اگر استکبار ببرزد کسی، اگر بگه من پذیرش ندارم، من قبول نمی کنم، این در واقع یک حرکتی است که خلاف اون چیزی که در نظام هستی است، نظام واقع هست، و حرکتی که بخواد موافق با اون چیزی که در نظام واقع هست در منظومه فکری و معرفتی، اگر اون جایگاه واقعی انعکاس پیدا نکند، از درون یک در واقع معرفت نیست، در واقع از درون یک نوع جهالت، یک نوع نادانیه. و عملی که بر اساس انگیزه های جاهلانه از انسان سر میزند، این عمل توان ارتقا بخشیدن رو به حقیقت و هویت انسانی نخواهد داشت. عمل وقتی توانمند است که انسان رو به کمال برسوند که این عمل وفق اون چی که در عالم تکوین هست صورت بگیره. لذا خدای متعال امر میکند که به آدم سجده کن، امر میکند که ولایت انسان کامل رو بپذیرید، امر میکند که بعد از رسول الله باید به سر به آستانه ولایت گذاشت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو پذیرفت، بعد از امیرالمؤمنین امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، تا بیاد فعلا به امام زمان روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. راه کمال اینه، راه رشد اینه، راه تکامل اینه. بنابراین بر اساس ذوقیات فردی و شخصی ما نمیتونیم عمل بکنیم.
ما باید اون گونه‌ای که خدای متعال فرموده عمل کنیم. این معنای عبودیت است، این معنای بندگی است. در غیر این صورت استکبار هست، در غیر این صورت زیر بار فرمان الهی نرفتن هست. و اگر کسی زیر فرمان بار فرمان الهی نرود چگونه میخواد به کمال برسه؟ لذا این عملش عملی نیست که بتونه رو رشد بده و تکامل ببخشه. از خدای متعال عاجزانه میخواهیم که توفیق معرفت اهل بیت علیهم السلام رو به ما عنایت کند، دلهای ما رو مملو و از عشق به این ذوات مقدسه بکنه، عشقی که ثمره اش نورانیت در اخلاق ماست، نورانیت در رفتار و اعمال ماست و همه ابعاد وجودی و شؤون وجودی ما رو این نورانیت فرا میگیرد، به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صل على محمد وآل محمد. هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة. هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة. هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة. عاش دوما بالرضا والقناعة، بارك عليه ربي لطفك المؤبى. بارك عليه ربي لطفك المؤبى. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. دوستان فرهیخته، همونطور که قبلا هم گفتیم، شیعه واقعی کسی است که طرفدار حق است و به ولایت اهل بیت علیهم السلام تمسک جسته و حق امامان خود را به خوبی شناخته است و صد البته با انجام دادن اعمال نیکی که خداوند به انجام دادن آنها دستور فرموده است. در کتاب کافی حدیثی از حضرت امام باقر علیه السلام در خصوص اعتدال شیعیان آمده است با این مضمون که حضرت فرمود: ای جماعت شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله، شما در حد وسط باشید که قالیان به شما رجوع کنند و تالیان به شما ملحق شوند. یکی از اصحاب که اسمش سعد بود عرض کرد: فدایت شوم، قائی کیست؟ امام فرمود: قومی هستند که درباره ما چیزهایی گویند که ما درباره خود نگوییم، پس آنها از ما نیستند و ما از آنها نیست. سعد عرض کرد: تالی کیست؟ امام فرمود: کسی است که خواستار هدایت است و طریق آن را نمی داند و می خواهد که خیر به او برسد و عمل کند. پس از آن رو به شیعیان کرد و فرمود: به خدا قسم که براءت و آزادی از عذاب خداوند با ما نیست و بین ما و خداوند خویشاوندی نیست و ما بر خداوند حجتی نداریم و تقرب به خدا حاصل نکنیم مگر به اطاعت و فرمان برداری، و هر کس از شما مطیع خداوند باشد ولایت ما به حال او سود دارد، و هر کس از شما فرمان بردار خدا نباشد ولایت ما نفعی به حالش نرساند. وای بر شما، مغرور نشوید. وای بر شما، مغرور
نشد. خب دوستان، این حدیث شریف را شنیدید. عالی ترین تصوری که از این حدیث در ذهن دارید چیست؟ براستی آیا دوستی با اهل بیت بدون پیروی از آنها و فرموده هایشان در انجام دادن کارهای پسندیده و نیک امکان پذیر است؟ شنوندگان محترم، به انتهای 119 برنامه از مجموعه حدیثیان رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 33 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان شنونده هستیم. قم، صندوق پستی 37-185 خط فاصله 444 شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران گروه فقه و اصول برنامه حدیثیار نشانی ما و 29-10-551 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه سراسری معارف است. لطفاً با ما در تماس باشید. با تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه و با آرزوی سرفرازی و موفقیت برای شما سروران گرامی، همگیتان را تا برنامه دیگر به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.